بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث مربوط به جلسات مجالس سبعه حضرت مولانا جلال الدین رسیدیم به بحثی دیگر. در جلسه قبل راجع به ایمان و اینکه چگونه در دل رسوخ می کند و رابطه ایمان با نماز و با گفتار و اینکه راجع به خوف و رجا سخن فرمود و هر دو رو لازمه سیر و سلوک دانست، اینکه برای انسان خوف از اینکه نتواند به حضور حضرت حق برسد و دور باشد از خداوند و رجا و امید اینکه بتواند به خداوند نزدیک شود و به وصال او نائل آید، و خوف که حالتی از قبض است در برابر رجا که حالتی از بستست رو مطرح کرد. در ادامه می فرماید: بنگر که بسیار متکلمان در جواب و سؤال تصنیف ها کرده اند. تصنیف یعنی انسان از فکر خود و از ذهن خود کتابی را بنویسد، رقمی را مرقوم کند، در برابر تألیف که شخص می آید و مطالب رو جمع می کند و از مطالب کتب دیگر جمع می کند و در کنار هم قرار می دهد، به آن می گویند تألیف. و تصنیف اما کاری سخت‌تر از آن است، اینکه انسان بیاید و کتاب‌هایی را خود با فکر و عقل و اندیشه خود بنویسد. می فرماید که اینکه جواب چیست و سوال چیست، در مورد این متکلمان تصنیف ها کردن. متکلم یعنی کسی که علم کلام می داند. علم کلام هم می دانید که علمی خاص هست که وظیفه‌اش در حقیقت این است که اصول اعتقادی و اصول فکری مذهب و دین را بیاید و به شکل کامل با ادله عقلی و گاه نقلی ثابت کند. تفاوت متکلم با فیلسوف آن است که فیلسوف مبدأ و مبنایش بدیهیات اولیه عقلیه است، اما متکلم کسی است که به نقل و به عقل خاص توجه دارد، نه عقل رها از هر چیز. بنابراین ممکن است فیلسوف با تعقل خود به این نتیجه برسد که مثلا خدای وجود ندارد، مثلا نبی نباید بیاید، اما متکلم البته تمام هم مقامش این است که بتواند آن اصول اصلی اسلام یا هر دین دیگر، متکلمان مسیحی در حقیقت عهده‌دار اثبات مسائل دین مسیحیت هستند، متکلمان یهودی همچنان، متکلمان سایر فرقه ها و سایر ادیان و آیین ها همچنین، متکلمین اسلامی هم وظیفه‌شان این بوده است که بیایند و احکام دینی و خصوصاً اصول اعتقادات و اصول عقاید اسلامی را اثبات کنند، که معمولاً از اثبات توحید و اثبات وجود خدا شروع می کنند، بعد به اثبات نبوت می پردازند و در کنار آن
اثبات قرآن هست، پس از آن اثبات معاد است و اثبات اصول دیگر، مثلا در میان امامیه اثبات عدل هست و اثبات امامت است، و سپس سایر مسائل دیگر رو هم به این اثبات ها می افزاین. و اصلش هم از اینجا آغاز شد که در قرن دوم هجرت که اصولی از فلسفه از سوریانی به عربی و از آرامی به عربی ترجمه شد، مسلمانان با افکار افلاطون و ارسطو و سقراط و دیگر فیلسوفان غرب آشنا شدند. دیدن که اینها راه و روش های جالبی رو انتخاب کردن، از جمله با منطق صورت، منطق صوری ارسطویی آشنا شدند. از آن زمان مباحثی رو مطرح کردند، چون همه آن مباحث مربوط به هستی رو اونها مطرح کرده بودند، آمدن اینها گفتن که خب ما هم بیاییم اصول اعتقاداتمون رو به واسطه همین منطق صورت و هم به واسطه همین فلسفه یا فلسفه افلاطونی یا فلسفه ارسطویی با آن ثابت کنیم. و آمدن بحث اتفاق افتاد، از جمله مهمترین بحثی که بود بحث حادث و قدیم بود، و آمدن سر این بحث کردن که آیا کلام الهی حادث است یا قدیم است. قدیم یعنی اینکه ازلی هست، از اول بوده است کلام خداوند، یا حادث یعنی آنچه که بعداً به وجود آمده است. بحث ها شد، حتی جنگ های اتفاق افتاد که آیا کلام الهی حادث است یا قدیم است، یعنی وقتی خدا سخن میگوید اکنون سخن میگوید، یا خدا قبلا سخن گفته بود و ما فقط اینها رو اکنون در ذهن می آوریم. علمی پدید آمد که بهش علم کلام گفتن، همان کلام الهی که علمش رو علم کلام گفتن. و این علم کلام رفته رفته قوی تر شد تا اینکه در زمان ما علامه طباطبایی آمد و قسم فراوانی از این کلام رو به شکل خاص بیان کرد. و اکنون هم مباحثی پیش آمده است به نام کلام جدید که با شبهات و مسائلی که جدیداً در جهان علیه اسلام پیش آمده است با آنها قرار مقابله دارد. متکلمان در زمان مولانا هم بوده اند. می فرماید که این که جواب بپرسند، جواب بگویند و سوال بکنند، این کار متکلمان بوده است. همان روش غالب مشائیون رو پی می گرفتند. بنگر که بسیار متکلمان در جواب و سوال تصنیف ها کردند و سخن را در باریکی جایی رسانیده اند که از هزار طالب زیرک یکی ره نبرد از باریکی. خب می فهمد این متکلمین، این هم آمدن خدا را اثبات کردند، چنان باریک کرده اند سخن را، چنان دقیق و عمیق و باریک سخن گفته اند که از هزار طالب زیرک یکی ره نبرد از باری. هزار طالب، هزار دانشجوی زیرک باهوش، از هزار نفر یک نفر هم نمیفهمد که اینها چه میگویند. در حقیقت مولانا اینجا میآید و جایی که فلسفه رو نقد کرده بود و معتقد بود که با فلسفه و با عقل نمیتوان به خدا رسید، حتی نمیتوان به اثبات خدا رسید، با این حال کلام رو هم اینجا زیر سوال میبرد. میگوید که انقدر اینها آمدند از هزار نفر که طالب باریک بین و ریز اندیش بودند، اینها یکیش هم نتوانست درک بکند که اینها چه میگویند. یعنی این وافی به مقصود نیست. اگر توحید میخواهد، کسی نمیتواند با واسطه کلام، علم کلام، علم عظیم کلام به جایی برسد. و هنوز ایشان از ظلمت شبهت و اشکال بیرون نیامدند. هی شبهه می کنند، هی شبهه و اشکال ایجاد می کنند، اشکالاتی دارند.
مشکلاتی در این راه هست. خب ما اینجا بنا نیست که به آنها بپردازیم، اما اگر مثلا بحثی کلامی میبایست اینجا مطرح میکردیم، آن وقت به آن اشکالات و به آن شبهاتی که در آنجا هست به آنها البته میپرداختیم. شبهه هایی که میآید و یقین را از انسان میگیرد. مولانا به این خاطر با فلسفه خیلی موافق نیست و به فلسفه روی خوش نشان نمیدهد، که فلسفه حقیقتا نمیتواند آنچه را که یک انسان عاشق میخواهد به او بدهد. عقل در تیررس فهم مسائل فراوانی نیست. با عقل مگر میتوان خدا را که خود خالق عقل است فهمید؟ خدایی که خود عقل را آفریده است مگر با عقل میتوان او را درک کرد؟ میتوان او را فهمید؟ اصلا میتوان مگر او را اثبات کرد؟ با اینکه راه‌های فراوان گفتند، ولی برای اثبات یک چیزی، برای معرفت به چیزی، بایستی عارف بر آن معروف احاطه پیدا کند. وقتی کسی بخواهد چیزی را بشناسد، اولین راهش این است که به آنچه که میخواهد شناخت پیدا کند و بشناسد احاطه داشته باشد. وقتی که عقل انسان هرگز نمیتواند به خداوند با آن عظمت احاطه داشته باشد، پس معرفتی هم نخواهد توانست داشته باشد. بنابراین معرفت با عقل ممکن نیست. همچنان که در بحث غزلیات شمس گفتیم، این است که اونجا فقط راه عشق است، راه شراب الوهیت است، شراب عشق الهی باید چشیده شود، قطره ای از آن شراب ذوق الهی در درون جان انسان بچکانند و انسان آن وقت است که میتواند با مستی و با حیرت به معرفت حق تعالی برسد. وگرنه در حالت عادی چون این معرفتی ممکن نیست، چرا که هر عارف باید معروف رو احاطه داشته باشد. من میتوانم نسبت به این میز معرفت پیدا کنم، چون میتوانم یک دوری بزنم و احاطه پیدا کنم به این، میتوانم نسبت به این لیوان، میتوانم نسبت به این ساعت، به این میکروفون من احاطه داشته باشم، میتواند اینها معروف من واقع شود. ولی آیا این سالن، از بیرون این سالن آیا من میتوانم نسبت به بیرون سالن معرفت پیدا کنم؟ نه، بایستی بروم از بیرون، از بالاتر، از منظر بالاتر ببینم تا اینکه این حالت کلی این سالن رو بدانم که در کجاست، چگونه قرار دارد. خب مولانا قصه آن کرم درون سیب را میگوید که کرم درون سیب چگونه میتواند به خود سیب حتی شناخت داشته باشد. از این سخت‌تر این است که این کرم درون یک سیب به سیب دیگری که همسایه این هست و کنار او هست و آویزان از درخت است به او معرفت داشته باشد. سخت از آن این است که به شاخه معرفت داشته باشد. سخت‌تر این است که به سیب‌های درخت‌های مجاور معرفت داشته باشد. از کجا می‌تواند معرفت داشته باشد؟ سخت‌تر این است که به باغ معرفت داشته باشد. و سخت‌تر از همه این است که به باغبان معرفت داشته باشد. این که چگونه خواهد توانست بفهمد که باغبانی وجود دارد؟ انسان که در پیله خود گرد آمده است، در گوشه ای از جهان پرتاب شده است، در گوشه ای از کهکشان راه شیری که کوچکترین از کوچکترین کهکشانهای دنیاست و از دور افتاده ترین کهکشان هاست و داخلش مثلا منظومه ای باشد که از منظومه های بسیار کوچک و حقیر جهان است و خورشیدی که از همه حقیرتر است و زمینی که محقرتر از همه آن هاست و در آنجا یک انسانی باشد، چگونه میتواند مانند آن
کرم پیله یا مانندان کرم سیب میتواند به خداوند دست پیدا کند و در حقیقت مهندس کل این کیهان و کهکشان را بشناسد، این واکاوی از نظر عقلی ممکن نخواهد بود. هنوز ایشان از ظلمت شبهت و اشکال بیرون نیامده اند تا بدانی که رحمت خدا باید تا بنده از اشکال بیرون آید. رحمت خدا لازم است، خداوند باید رحم کند که انسان بتواند اشکالات فکری خود را حل کند، وگرنه اشکالاتی که انسان دارد هرگز راه به جایی نخواهد بود. و اندهو مفاتح الغیب، و نزد خداوند است مفتاح های غیب. مفاتیح یا مفاتح جمع مکسر مفتاح است، مفتاح بر وزن مفعال از فتح یفتح هست و مفتاح یعنی وسیله و ابزار فتح و گشودن، کلید. و اندهو و نزد او هست، نزد خداوند است مفاتیح الغیب. همچنان که در خانهای ما یک کلیدی دارد، ماشینهای ما یک کلیدی دارند، با آن وارد خانه ها می شویم، این غیب هم، خانه های غیب هم در عالم غیب کلیدهایی دارد. این کلیدها نزد خداوند است. تا خداوند نخواهد بنده ای نسبت به او شناخت پیدا نخواهد کرد، چرا که او قاهر است، او تسلط دارد، او استیلا دارد بر این انسان. و ای بسا کسان که به قیل و قال مشغول نشدند و گوش و هوش به استماع کلام کاملان داشتند. خب منظور از قیل و قال، قیل یعنی گفته شد، قال یعنی گفت، قیل و قال یعنی این گفت آن گفت. کار متکلمان این است، فلان کس گفته چنین است، اینها من انا اقول، قال فلان کذا، انا اقول، هی اشکالات رو مطرح می کردن، فلان کس چنین گفت، من در جوابش این را می گویم، فلان کس چنین گفت، من در جوابش این را می گویم. و همچنین و قیله، قیله هم به قول ضعیف نسبت داده می شود در کلام متکلمین، یعنی یک وقتی بخواهند یک قولی که ضعیف است و طرفداری ندارد یا از نظر برهان دچار اشکال است، با کلمه قیله یعنی گفته شده است استفاده می کنند. فقها هم چنین استفاده می کنند. مولانا با این قال و قیل، قال یعنی گفت، قیل یعنی گفته شد، با این قال و قیل مخالف است. می گوید با این گفتن ها، من گفتم، او گفت، من می گویم، با اینها راه درست نمی شود. تو که هستی که بگویی من می گویم؟ انسانی که میگوید من میگویم، من میدانم، هیچ نمیداند، چرا که او هنوز از من خارج نشده است، هنوز او در گرو من خیشتن است، هنوز از خود بیرون نرفته است تا تعقل بیابد، اندیشه کند و اندیشه اش جولان کند و به سرحدهای آسمان خلقت برسد. فرمود ای بسا کسان که، بسا یعنی بسیار، ای بسیار کسان که به قیل و قال مشغول نشدند و گوش و هوش به استماع کلام کاملان داشتند. کاملان کی هستند؟ کاملان کسانی هستند که به واسطه خداوند کامل شدند، نه اینکه خود کامل شد. انسان که نمیتواند خود کامل باشد و کامل شود، انسان فقط یک زمان میتواند کامل شود، آن وقت است که آن کامل مطلق، کامل کل، اینها رو مکمل کند، تکمیل کند اینها رو، وگرنه چه کسی میتواند ادعای کمال در موردی را داشته باشد. خب یک عده رفتن قیل و قال، هی درس خواندن، هی مکتب رفتن، میبینید 60 سال است فلسفه میخواند، اما بدبخت هنوز نمیداند که آیا این خدا هست یا نیست. بعد از 50 سال فلسفه خواندن تازه شک کرده است که نکند این خدایی که من به او اعتقاد داشتم درست نباشد و خدایی وجود نداشته باشد. مولانا میگوید به جای اینکه به این قیل و قال بپردازی، به سخن کاملان گوش کن و این را بدان و از وجود معشوق لذت ببر، در حالی که تو مشغول
افکار خودت هستی، مشغول قیل و قال هستی، مشغول سخنهای بیهوده هستی که هیچ کس از آنها نجات نیافته است و هیچ کس به واسطه آن سخنان به نجات دست نیافته است، عمر خود را تلف میکنی. وقتی که عمر تمام شد تازه میبینی که در دستت جز باد نیست. چه کردی؟ قیل و قال کردم، فقط کتاب خواندم، این کتاب و آن کتاب، آخرش نفهمیدم که قصه چیست. بنابراین خود شمس الدین تبریزی وقتی رفت، اولین کاری که کرد با مولانا چه بود؟ گفت کتابهایت را دور بریز، این کتابها به درد نمیخورد، این کتابهایی که کتابهای فلسفه، کتابهای فقه، اصول، کتابهای فراوان، دواوین، کتابهای ادبیات، همه اینها را دور بریز، چون اینها مانع معرفت است، مانع درک است، هیچ کس با اینها به معرفت یقینی نرسیده است. به جای آن قطره‌ای از شراب عشق الهی در کام خود بگیر و آن وقت ببین که چه ها میبینی، ببین چه درک عمیقی از مسائل میابی و استفاده کن، در حضور معشوق استفاده کن. مولانا همان مثال مشهور را میزند که معشوقی بعد از سالیان سال به عاشق رخصت داد که در حضور او باشد. این عاشق که رفت، به جای اینکه در حضور معشوق باشد، از سخن معشوق بهره ببرد، سکوت کند، برداشت و نامه های فراوانی که در سالهای فراق برای او نوشته بود اینها را خواند. مولانا میگوید تو جایت را اشتباه کرده ای، جایگاه مناسبی را نیافته ای، میبایست که تو همه اینها را رها کنی. پیش معشوق و محبوب نامه خواندن بدترین کاری است که می شود کرد. با او درآمیز و با او با عشق بیامیز، با او عشق بازی کن. این چه کاری است که تو نشسته ای و به جای وصال از زمان فراق و از نوشته های فراق سخن می گویی؟ همچنین است کسانی که با فلسفه، کلام و علوم دیگر می خواهند به خدا برسند، همین مشکل را دارن. به جای اینکه در حضور حضرت معشوق باشن، به جای اینکه از خداوند، از انوار الوهیت مستفیض بشن و فیض اکمل و اکثر رو بیابند، اینها میروند دنبال نام خواندن پیش معشوق که البته کار بیهوده است. هی کتاب میخوانند و کتاب میخوانند و کتاب، اما نتیجه اش چه؟ هیچ. مولانا میگوید عملا در کار وارد شو، عملا تمام وجودت را در این راه قرار بده. به واسطه پیر مکمل که او تکمیل شده است، به او توسل کن، از ذیل دامن پیر و مراد بگیر، آن وقت او دستت را میگیرد به کجاها که نمیبرد. اگر میخواهی با ذهنت عوالمی را سفر کنی، دست در دست او بده تا اینکه به چشم ظاهر و با وجود درونی خود به همه این سیرها و اکتشافات و مکاشفات و مشاهدات دست پیدا کنی. راهی که با 200 سال تلاش نمیتوان رسید، دست در دست او بده، در یک چشم به هم زدن به همان جا برس. و این البته راه فوق‌العاده است که رحمت الهی در برابر ما قرار داده است. و انده مفاتح الغیب، اگر میخواهی غیب را به دست بیاوری که خدا هست یا نیست، چه میکند، افعال خدا چیست، صفات خدا چیست، ذات خدا چیست، اگر میخواهی اینها را بدانی، خب کلید دست کیست؟ دست هیچ کس دیگری جز او نیست. و انده مفاتح الغیب، مفتاح‌های غیب نزد او هست. خب برو از او کلید بگیر. چرا میروی سراغ کسانی که کلید ندارند؟ مثل که ما دنبال یک گنج هستیم، میخواهیم به گنجی دست پیدا کنیم، میرویم سراغ دیگرانی که هیچ کدام کلید گنج را و نقشه گنج را ندارن. این ابلهیست. باید بدانیم اگر گنج میخواهیم، بدانیم که این گنج کلیدش دست کیست. گنج غیب کلیدش، مفاتیحش اندالله هست، نزد خداوند است و نه جای دیگر.
الا قومی را غرض آن نیست که از اشکال بیرون آیند. میگوید عده‌ای که رفتن گوش هوش به کاملان دادن، اینها از همه اشکالات و شبهه ها کناره گرفتن، خلاص شدن. مگر اینکه یک عده‌ای اصلا علاقه دارند که همینجور به گفتگو علاقه دارند، دوست می‌دارند که این بگوید آن بگوید، خیلی به نتیجه اعتقاد ندارند، به نتیجه هم نمی‌خواهند برسند، به همین گفتگو علاقه مند هستند، مانند فیلسوفان. الا قومی را غرض آن نیست که از اشکال بیرون آیند، غرض آن است تا ذوق گفتگو که به آن خو کرده اند. اینها عادت کردند، وقتی حتما اینها رو در میان فیلسوفان دیده اید، وقتی که از فلسفه سخن میگویند فقط حرف میزنند، هی سخن پشت سخن، اما خیلی لذت میبرند. اینها ذوقشان به این است. خب دیگران از خوردن غذاهای لذیذ لذت میبرند، از رفتن به گردشهای آنچنانی لذت میبرند، یک کسانی هم از سخن فلسفی لذت میبرند. اینها هیچ فرقی با هم ندارد. هر سه و همه اینها ممکن است انسان رو از راه درست به دور دارد. غرض ایشان ذوق شطرنج بازی سوال و جواب است. مثال میزند که انسان که شطرنج بازی میکند چه میشود؟ نهایتا میخواهد به چه نتیجه برسد؟ بازی است دیگر. شطرنج بازی میکند، شب و روزش را، ولی با همین بازی کردن میداند که دارد بازی میکند، میداند که هیچ اصالتی برای آن قائل نباید بود، اما بازی میکند، روزگارش را با این بازی سپری میکند. یک عده که شطرنج بازی میکنند یا بازی های دیگر، یک عده هم بازی با کلمات دارند، بازی با فلسفه، با کلام بازی میکنند، با فلسفه بازی میکنند، با کتاب ها بازی میکنند، با رمان ها بازی میکنند، یک عده هم این چنین هستند. البته این که انسان آدم با انسان با کتاب بازی کند تا با چیز دیگری که فایدهش کمتر باشد، خب به هر حال بهتر است، بازی با کتاب بهتر است، اما حقیقت در اینها نیست، حقیقت جای دیگری. غرض آن است تا ذوق گفتگوی که به آن خو کرده اند، غرض ایشان ذوق شطرنج بازی سوال و جواب است، چنان که گرگینی که خود را میخارد، غرض او از خاریدن آن نیست که گر زایل شود و صحت یابد، الا غرض او خوشی گر خاریدن است، نه خوشی صحت. گر کسی که کچل شده است، مثلا سرش دچار آفتی شده است، دچار بیماری شده است که سرش میخارد یا بدنش میخارد، میگوید این که سرش را میخارد برای چه میخارد؟ آیا با خاریدن بهبود پیدا میکند؟ با خاریدن آن زخم او و آن علت و مریضی او برطرف میشود؟ البته نمیشود، بلکه بدتر میشود. هرچه بیشتر بخارد خارشش بیشتر می شود. خب چرا این چنین می کند؟ به خاطر اینکه می خواهد از لذت آنی و لحظه‌ای خاریدن سر لذت ببرد، از این لذت بهره مند شود. بعد می فرماید اگر انسان واقعا می خواهد، می رود پیش طبیب، به جای اینکه سرش را بخاراند، آن طبیب یک مرهمی می گذارد سرش و آن کم کم حتی اگر بخارد هم دست نمیبرد که سرش را بخارد. چرا؟ چون ممکن است آن مرهم را از بین ببرد. صبر میکند بر خارش تا اینکه کم کم این مرهم موجب بهبودی سر گر میشود. گرگین هم کسی که سرش گر است، یعنی اون حالت قده ها و چرک هایی که و دمل هایی که بر سر یا بدن قرار می گرفت در روزگار قدیم. می فرماید که کسانی که فلسفه می خوانند و یا با کلام به دنبال کشف خدا هستند، به دنبال کشف واقعیت نیستند. اینا فقط دوست دارند که خودشون را بخارانند.
خیلی مثال زیبایی است که اینجا زده است. حکیم میگوید از این خاریدن صحت حاصل نیاید. وقتی این رو سرت را میخاری نه تنها صحت حاصل نمیاید، بلکه سقم به جایش مینشیند. الا من دارو میمالم، من دارو را میمالم، تو مخار و دارو را از جا مبر. تو نخاران، میگوید که من اصل را به تو میگویم، تو حرف نزن، هی راجع به توحید نظر نده، بنشین ببین من چه میگویم، هی راجع به هیچ چیز دیگری نظر نده. بعضی ها که میمیرند اگر نظر ندهند راجع به چیزی که میدانند و راجع به خیلی چیزها که نمیدانند حتما باید نظر دهند. کسی آیا هست که بتواند بنشیند و داروی حقیقت رو بر زخم وجود او بزند، آن پیر، آن مراد، و او آنها را نخارد، او سخنی نگوید و همه وجودش قبول باشد، بپذیرد؟ آن وقت بهبودی حاصل خواهد شد، تمامی شبهه هایی که دارد برطرف خواهد شد، تمامی اشکالات اعتقادیش برطرف خواهد شد. الا کسی که نمیخواهد گوش کند، الا کسی که نمیخواهد شبهاتش و اشکالاتش مرتفع شود، او فقط سخن گفتن رو میخواهد، سوال کردن رو میخواهد. ما معلمین خیلی مواجه میشویم با این قصه. کسی میآید سوالی میکند، اصلا هدفش جواب نیست، خود سوال برای او مطلوبیت دارد. یعنی ببین من چه حدی هستم که چنین سوالی را می کنم، من از لحاظ علمی چقدر پیشرفته هستم. وقتی هم جواب می گویید هیچ توجهی به جواب ندارد، مهم برای او سوال است. مولانا می گوید این گونه سوال کردن هرگز انسان رو به جایی نمی رساند. پیامبر فرمود که حسن السؤال نصف العلم، خوب سوال کردن و مناسب سوال کردن و بعد نخاریدن سر و گوش کردن به آنچه میگوید و حفظ آن و دقت در مضامین آن، انسان رو از شبهات رهایی میبخشد. در غیر این صورت چون اتفاقی نخواهد افتاد. اگرچه میخاردت تا آن خارش چنان برود که هیچ باز نیاید. میگه من دارو میزنم، اگرچه الان خارشت می آید مخاران سرت را، آن وقت می بینی که بهبودی پیدا می کند. اکنون کلام عارف کامل داروی خارش های سؤال و جواب و قال و قیل مشرقی و مغربی است. خیلی زیبا می دارم. کلام عارف کامل، عارف کامل سخنش دارو هست، همان داروی خارش های سوال است. هی سوالی که درون ما را میخاراند که ما هی سوال بکنیم، هی جواب به سوالات دیگران بدهیم، قال و قیل کنیم، بگوییم او گفت من میگویم. مشرقی و مغربی، میگوید این قصه در مشرق هم هست، در مغرب هم هست، اکنون هم هست در جهان مشرق و مغرب. همه دارن سخنانی میگویند و سوال و جوابهایی میگویند و نام علم به آن میدهند. همه این دانشگاه هایی که هست، همه این دانشگاه های عظیمی که در جهان هست چه میکند؟ حاصلش همین سوالات و جواب هاست. اما چرا هیچ کدام به اصل و حقیقت دست نمییابند؟ به خاطر اینکه به جای پیران و عارفان کامل کسان دیگری هستند که خودشان ناقصند. ناقص چگونه میتواند ناقص دیگر رو برهاند از شبهه و جهل و نادانی؟ خفته را خفته کی کند بیدار، هزار شمع باشد همشان خاموش باشند، آیا یکی از اینها به نور مشرف خواهد شد؟ هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. یک عارف کاملی میخواهد، یک شمع روشنی میخواهد که هزار شمع دیگر را روشن کند. میلیون ها صفر کنار هم قرار بگیرند، آیا
فایده ای خواهد داشت؟ آیا نتیجه ای در بر خواهد داشت؟ هرگز. یک یک اگر باشد بیاید در سمت چپ اینها، چه اتفاقی می افتد؟ همه این صفر ها معنی پیدا می کند، در حالی که این صفر ها قبلا هیچ کدام معنی و مفهوم نداشتند. آن عارف کامل است که همه این صفرهای در راه ماندگان رو به عدد تبدیل می کند، اینها رو بهشون هویت می دهد، هویت میلیاردی و هزاران میلیاردی و بیلیاردی می دهد. زیرا سخن مغز مغز است، نه سخن پوست پوست، و از مغز مغز صحت حاصل آید و همه خارش سؤال و جواب و شک و شبهت و انکار و تاریکی برود و همه علتها و رنجوریها برود از دل و درون آدمی را صحت دینی و ایمانی حاصل آید. میگه با این اصول کلامی، با این اصول فلسفی نمیتوان به صحت ایمان دست پیدا کرد. هرچه که شما جواب پیدا کنی برای آن یک سؤال دیگر ایجاد خواهد شد. دانشمندان امروزه میگویند که برای هر جوابی که انسان مییابد حداقل 20 سؤال مطرح میشود. برای هر جواب 20 سؤال ایجاد میشود. اگر آن جواب حالا جواب بوده باشد، جواب کامل بوده باشد و جوابی که علمی بوده باشد، با روش‌های علمی به دست آمده باشد، 20 تا سوال است. مثلا شما در جایی بخوانید که در تاریک‌ترین قسمت اقیانوس مثلا آرام یک ماهی هست که برق تولید می‌کند و با برق خود شکار خود را شکار می کند، با الکتریسیته‌ای که از خود ساطع می کند شکار خود را به دست می آورد. خب این یک علم بود ما پیدا کردیم. چقدر جهل ایجاد شد در اینجا. ما تا در جهل مطلق بودیم، از وجود چنین موجود دریایی بی خبر بودیم، سوالی هم نبود. اما اکنون سوالات پی در پی. خب این آیا به چه وسیله ای برق تولید می کند؟ آیا باتری دارد؟ آیا این برق را نگه می دارد یا در لحظه تولید می کند؟ این که آب که رساناست وقتی برق تولید می کند، آیا خود او تحت تأثیر این قرار نمی گیرد؟ آیا به چه وسیله ای منتقل می کند؟ این برق در محیط آب چگونه جریان پیدا می کند؟ این الکتریسیته در محیط آب چگونه جریان پیدا می کند؟ چه اتفاقات می افتد؟ باتری دارد، باتری هایش چند تا هست؟ چگونه شارژ می شود؟ چه شکلی دارد؟ چه حالتی دارد؟ ابعاد او چقدر است؟ این موجود چند سانتی متر است؟ هزاران و هزاران سوال دیگر ایجاد شد. بنابراین وقتی که انسان راجع به یک چیزی که ندیده است سخن میگوید، برای او حتی اگر جواب هم باشد، برای او سوالات متعدد پیش میآید. همچنین هست در ادامه سایر مباحث. بهترین راه این است که این علم و ورق و دفتر را، دستک را کنار بگذاریم و مشاهده کنیم، آنها را ببینیم. بهترین کار این است. من مثال میزنم که مثلا شما برای کسی که پرتقال را ندیده است میخواهید پرتقال را توصیف کنید. چگونه توصیف میکنید؟ پوستی دارد که مثلا صاف نیست، رنگش چنین است، وقتی که دانه های ریزی هست که پر از مواد خاص هست، وقتی باز می کنید 11 تا یا 12 تا هست، درونش مثلا آن فال های پرتقال چی هست، درونش مانند قطراتی که به هم چسبیده اند، چه حالتی دارد،
چه مزه‌ای دارد. می‌خواهیم مزه پرتقال رو به یکیسی بگوییم، آیا ممکن است؟ یا شکل پرتقال رو. بهترین کار چیست؟ بهترین کار این است که این یک پرتقال شما بیا خود تجربه کن، خب ببین که چیست و چگونه هست، مزهش چگونه هست و همه مواردش را. در مورد مسائل عرفانی هم چنین است. به جای اینکه شخص بیاید و هی سخن بگوید، مکاشفه باید برای او ایجاد کرد، مشاهده باید بکند. این را میخواهی؟ ملک چیست؟ بیا ببین. وقتی دید خیلی از سوالاتش مرتفع میشود و تازه ابواب جدیدی برای او در جلوی روی او باز میشود. سخن که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین همین است. فرمود که ما از قرآن آنچه که شفا هست و رحمت است برای مؤمن، ننزل و همواره فرو میفرستیم. یعنی قرآن همیشه در حال نزول است. حالا بحث های جالبی میتوان کرد راجع به این. ننزل و فعل مضارع است. اولا این سوال که ننزلو یعنی چه؟ متکلم مع الغیر است. ننزلو یعنی فرو می فرستیم. مگر انزال از آن خداوند نیست؟ مگر خداوند تنهایی خود این قرآن رو نمی فرستد؟ خودش هم فرمود، نفرمود ننزل القرآن، فرمون ننزل و من القرآن. حالا من بعضیه باشد، قسمتی از قرآن یا چه چیزی از قرآن رو، مگر خداوند نازل نمی کند؟ چرا قرآن می فرمایه که ننزل و جای دیگر می فرمایه انزلنا، ما فرستادیم. این ما چه کسانی هستن؟ ما کیان هستن اینجا؟ آیا با خداوند کسان دیگری شریکند در این انزال؟ اگر نیستند چرا قرآن با صیغه متکلم مع الغیر سخن گفت؟ ما هو شفاء و رحمه. قرآن شفا هست، مانند آن حکیمی که آمد و آن مرهم را بر سر رنجور اشخاص. سر هم نماد از درک و فهم ها، اینجا که سر میگوید نمادی است از درک و فهم و شعور. ما وقتی نتوانستیم شعور داشته باشیم، قرآن است که شفا هست. قرآن میآید، شفاء للصدور جایی هست که میفرماید شفاء للصدوره. قرآن شفا برای سینه هاست. سینه ها، سینه مرکز احساسات انسان، مرکز اخلاقیات است. قرآن اخلاق انسان را هم نیکو می کند. در برابر اینکه قرآن شفا هست، شفای مغز هم هست، شفای اندیشه هم هست. فرمود که چون وحی گذارد و قرآن خواند، وحی گذارد و قرآن خواند، خاموش کنید، یعنی خاموش باشید. و یقین است که صحابه پاک به وقت قرآن خواندن پیغمبر علیه السلام افسانه نگفتندی و حکایت نکردندی به هم دیگر، الا سوال کردندی. ایشان اینجا آیه و فاذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون رو تفسیر میکنند. میفرماید فاذا قرأ القرآن، آنگاه که قرآن خوانده شد، فستم اوله، پس گوش کنید، استماع کامل بکنید و انستو و ساکت باشید، خاموش باشید. لعلکم ترحمون، شاید شما مورد رحم الهی واقع شوید. میفرماید که این در شأن اصحاب پیغمبر نازل شد. وقتی که پیغمبر قرآن میخواند، اینها چه میکردن؟ میگوید افسانه که نمیگفتند اصحاب پیغمبر، حکایت های دیگر که نمیکردن، اینها میومدن سوال میکردن. یک آیه که پیغمبر میخواند، هی اینا سوال میکردن. منظور خدا در این از این کلمه چه بود؟ منظور خدا از این آیه چه بود؟ از این
قرآن گفت که انستون، خاموش باشید، سخن نگویید، سوال نکنید. انسان نباید از خیلی چیزها سوال بکنند. ولا تسألوا عن اشیاء ان تبد تسؤکم. قرآن فرمود که از چیزهایی نپرسید که اگر آشکار شود بد شما باشد، شما را به بدی سوق دهد. قرآن در قصه حضرت موسی به ما نشان می‌دهد که این سوال‌های احمقانه‌ای که بنی اسرائیل کردن کار خودشان را سخت‌تر کرد. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا دستور می‌دهد که یک بقره، یک گاو را بکشید. اینا که میل نداشتن هی اومدن سوال کردن. خب این کار کرده باشد یا کار نکرده باشد؟ گفت لا بکر ولا فارس بل اوان بین ذلک. جواب داد که نه بکر باشد، نه کار کرده باشد، نه کار نکرده، وسط اینها باشد. بعد گفتن جوان باشد، پیر باشد؟ گفت جوان باشد. خب اگر اینها میرفتن یک گاو را هرچه بود ذبح میکردند، کار تمام بود. کار خود را لحظه به لحظه با این سوالات بیهوده خود سخت تر کردن. یو بگیر لنا مال اونها، بگو پروردگارت آشکار کنه که لونش چیست. یقول انها بقرتون صفرا و فاق لونها، فاق اون لونها تسر ناظرین. او هم پیدا کرد یک رنگی، گفت که اصلا در بین گاوها پیدا نمیشه. گفت صفرا هست، زرد است، فاقه هست، کامل است. زرد کامل، هیچ دیگه لکه دیگری هم نیست. خب اگر اینها سوال نمی کردن که به این روز نمی افتادن، رفتن آخرش پیدا کردن یک جایی و آن را با هزار زحمت خریدن. این که انسان سوال نکند یکی از امور بسیار مهم است. آنقدر بنشیند. قصه حضرت لقمان رو و حضرت داوود رو در مثنوی خوانده اید که لقمان آمد دید که حضرت داوود هی حلقه درست میکند، این حلقه ها رو در هم میکند، هی خواست سوال کند، هی خواست سوال کند. گفت بنشین، بنشین. حلم به کار برد، حلیمی کرد، نگفت. تا آخرش دید که اینها رو بعد از دو سه روز دید که اینها رو پوشید به بدنش حضرت داوود، فهمید که این زره بوده است برای جلوگی از زخم تیر و نیزه و شمشیر. مولانا میگوید ای کاش کسی بتواند سکوت کند در مورد این. میفرماید که قرآن گفت که در مورد آیات سوال نکنید، هرچه سوال کردن اینها کار بدتر شد. ای کاش آن صحابه رسول انقدر عقل داشتن سوال نمی کردن، اینقدر ما دوچار مشکلات نمی شدیم. خب هرچه که هست چرا اینقدر موشکافانه می روید دنبال؟ خب حالا اگر چنین است، من اگر انگشتم را چنین کردم چه می شود؟ خب مجبور است او حکمی بدهد و باید بعد از آن انگشتت را هم آنچنان قرار دهی. چرا سوال می کنی؟ این توصیه بزرگان ما بوده است، ولی عقل انسان که نمی رسد. عقل انسان نمی رسد، راجع به همه چیز سوال می کند و کار خودش را سختتر و سختتر می کند. بعد از آن صحابه گفتند ما به وقت سخن گفتن پیغمبر علیه السلام چنان بودیمی که کأنت طیره علی رؤوسنا. خیلی زیباست. صحابه گفتند ما در هنگام سخن گفتن پیامبر، پیامبر وقتی سخن می گفت، ما چنان بودیم که کأنت طیره علی رؤوسنا، گویا یک مرغی آمده است نشسته بالای سر ما. یک پرندهی بیاید بنشیند بالای سر انسان، انسان چه می کند؟ سرش را اندکی تکان دهد خواهد برید، دستش را اندکی تکان دهد خواهد برید. میگویند ما وقتی پیامبر سخن گفت این چنین بودی. سخن بسیار نغزی است.
اگر سخن گوش میکنیم باید این چنین باشد. اهل استماع، اهل سماع، اهل گوش دادن چنینند که گویا مرغی بر سرشان نشسته است. ای بیقرار است، ای این طرف لم میدهد، آن طرف لم میدهد، در یک جلسه 4 بار جلسه را ترک میکند، بر میگردد، میرود. خب لزومی ندارد که چون این شخصی بخواهد از چیزی بهره ببرد. باید کسی که سخن حق را گوش میکند آنچنان باشد که گویا مرغی بر بالای سرش نشسته است، همچنان که صحابه رسول چنین بودند. وقتی پیامبر سخن میگفت هیچ صدایی از هیچ جنبنده ای بر نمیخواست، در قبض کامل، در سکوت کامل می نشستند. ما یک سکوت کلامی داریم، یک سکوت بدنی داریم، بدن هم سکوتی دارد. غالب انسان ها از این سکوت بدنی غافلند، نمی توانند در آن واحد در یک حال زیاد بمانند. این رمز موفقیت انسان های بزرگ است که اینها کم کم عادت می کنند به اینکه آرام باشند، حتی پلک هم نزنند، کوچکترین حرکتی نکنند. در خیلی از مشاهدات و مکاشفات عرفان این اتفاق می افتد و آن وقت است که چیزهایی از عالم بالا بر انسان وارد می شود، همه مراقبه بهش می گن. چیز عظیمی است، تجربه بسیار زیبا و عظیمی است. انسان بتواند مثلا در روز حداقل نیم ساعت چنین کند، هیچ حرکتی نکند، اثرات عظیم و عجیبی دارد. از عرفا حلاج چنین بوده است، شبلی چنین بوده است، بایزید چنین بوده است، شب تا صبح هیچ حرکتی نمی کردند. اویس قرنی چنین بوده است، در یک حال میماندند. اینها مگر دیوانه بودند؟ اینها چرا چنین میکردند؟ اینها حکمت این مسائل رو درک کرده بودند. اینها میدانستند که انسان برای اینکه ذهنش را ساکت کند باید بدنش را ساکت کند. انسان تا بدنش ساکن نشود، سکوت بدن برایش اتفاق نیفتد، سکوت ذهنی برایش اتفاق نمیفتد. با این ترتیب است که انسان این چنین باید باشد، در نماز هم باید چنین باشد. بعضی ها که نماز میخوانند عجیب نمازهایی میخوانند، سرگوشش را میخاراند، هی گوشش را، لبش را هی حرکت میکند، این پا آن پا میکند. خب این نماز که نماز نمیشود. در رکوعش همچنین، در سجودش همچنین. اگر میخواهیم که نمازمان نماز خوب باشد، بایستی در وقفات سکون کامل داشته باشیم و با سرعت هم نبایستی حرکت کنیم. وقتی تشهد میگوید گویا آن مرغ آمد بالای سرش نشست، کوچکترین حرکت نماز او را خواهد پرانید. با این تمرین ها و با این شیوه ها هست که بزرگان مراقبه کرده اند و به خود توجه کرده اند. چنان بوده است، در مورد بزرگان ما هست، میگویند چنان نماز میخواندند که فکر میکردند در سجده اینها مرده اند، وفات کردند. در مورد امام موسی کاظم علیه السلام میگویند چنان در سجده میمان که هی میامدن تکانش میدادن. در مورد حضرت علی بیهوش میشد کلن. خب اون نماز با نمازهایی که عده‌ای میخوانند بسیار متفاوت است. کانت تیر علی رؤوسنا، چنان که مرغی لطیفی بیاید بر سر کسی بنشیند و آن کس نیارد
نیارد یعنی نخواهد یا نتواند دست جنبانیدن و سر جنبانیدن و سخن گفتن. این توصیه هم به تمام عزیزانم این هست که حتما این سکون بدن رو امتحان کنن. حتما اگر کسی تا کنون سکون بدن را امتحان نکرده است، کانت تیر علا رؤوسنا رو امتحان نکرده است، حتما و حتما امتحان کنند. عالیست نتایجش. از بیم آن که شاید که آن مرغ بپرد و خاصه که آن مرغ انقای مقصودها بود، از کوه قاف عنایت پریده باشد. کوه قافی که قاف عنایت هست که انقا و سی مرغ آن بپرد. باید که مستمع خاموش کند، باید کسی که قرآن میخواند گوش کند. یک سر مویی بر وی نجنبد، حتی نگذاره که موهایش حرکت کند تا از سایه او برخوردار گردد. آن عنقا آمده است، عنقای قرآن، سیمرغ عظیم قرآن آمده است، بر بالای سر انسان نشسته است و انسان نباید حرکت کند تا او استماع کند. و مشکلات او بی گفتگو حل شود. لازم نیست، قیل و قال لازم نیست، بدون گفتگو خیلی از مشکلات حل می شود. این عرفان عملی است. آن شکار نیست که آن سو می دوانی، آن خیال است. و این ساعت هر چند با تو حجت گویند که آن خیال است، قبول نکنی از گوینده. در ذهنم هست که مثلا آهویی را تصور میکنه، آهویی دارد فرار میکنه، این خیاله، شکار نیست. هر چند که ما دائم در خیالات هستیم، در نمازمان در خیال هستیم، در قرآن خواندنمان در خیال هستیم، همیشه تمرکز واقعی و حقیقی نداریم. یک چیزی خللی وارد می کند در توجه ما. این خلل هم به واسطه آن سکوت بدن که همان سکون است، بسیاری از وقتها مرتفع می شود. اینجاست که می فرماید خیال است و این ساعت هر چند با تو حجت گوین که آن خیال است، قبول نکنی از گوینده. هی میگن این خیاله، میگی نه این خیال نیست، من واقعا می بینم. و گویی خود خیال تو راست که از این سخن محرومی. میگه خیال برای تو هست که محروم هستی و نمیدانی که این که در ذهن تو میآید خیالات است. همچنان که اول چو کودک بودی با کودکان میدویدی سوی بازی ها، که نباید که کودکان بازی کنن و تو از آن بمانی. مثال زیبایی میزنه، میگه بچه که بودی میرفتی با بچه های دیگه بازی میکردی. چرا؟ میترسید آنها بازی کنن، تو نتوانی بازی کنی، تو هم میرفتی به جد با آنها بازی میکردی. اگر به تو میگفتن که تو این بازیه، میگفتی نه کجا بازیه، خیلی هم واقعیته، خیلی هم حقیقته. یه دکانی باز میکردی، یه چند تا مثلا جنس میذاشتی، میامدن پول میدادن، مثلا پولها هم همینجور در مثنوی مولانا این رو تشریح میکنه، یه پول ها رو هم میدن، هی اونجا دکان بازاره. خب همون خاله بازی میگن. خب خسته شدیم دکان رو ببندیم برویم خانه مان. میرفتن خانه مینشستن، مثلا یکی زنش میشد، یکی بچهش میشد، یکی غذا می آورد، با هم یه غذا رو میخوردن. خب حالا بخوابیم، میخوابیدن دوباره. خب صبح شد، همه بیدار شیم، بیدار میشدن. خب بریم مثلا باز نان بگیریم، صبحانه بخوریم. میرفتن میگرفتن، حالا بریم سر کارمان. خب این همچنان ادامه داشت. ولی مولانا در مثنوی عالی میفرماید وقتی شب شد همه بچه ها میروند خانه هایشان، این بچه که اسیر خیالات بود او چه میکند؟ جایی ندارد که برود. مثال میزند مولانا به ما که همیشه در خیالات واقعیم، همیشه در لهو و لعب هستیم، در بازیچه های روزگار هستیم. یک زمان شب خواهد آمد، روز عمر ما به پایان خواهد رسید، آن وقت میبینیم که در دست من جز باد نیست، هیچ چیز دیگری نداریم، همش ملعبه بوده است، مضحکه بوده است، بازیچه بوده است. اگر به آن کودک بگویی که این بازیچه هست، این بازی هست، میپذیرد.
ابداً هرگز نمیپذیرد. چرا باید بپذیرد؟ میگوید این واقعیت است، این واقعاً دکان من است، این واقعاً خانه من است، این واقعاً خانواده من است. به ما هی میگوین اینجا متاع الغروره، جایگاه فریب است، اینجا جایی است که همه را فریب داده اند و شما را هم با آنها فریب میدهند. ما گوش نمی کنیم، میگوییم دروغ است. وقتی انبیا آمدند گفتند کل این دنیا انما الحیات الدنیا لهو و لعب، ما کدام گوش کردیم؟ کدام توجه کردیم؟ انما این است و جز این نیست، حصر مطلق است. الحیات دنیا لعب و لهو، یه جایی میفهم لهو و لعب، بازیچه از بازیچه کودکان است. ما مگر میپذیریم الان که به آن بچه وقتی میگوییم بازی است، از بازی دست بکش، او دست بکشد؟ ما خودمان از این بازی کی دست میکشیم؟ وقتی که آفتاب عمرمان به بالای بام رسید، وقتی دیگر چاره‌ای نداریم، آن وقت از دست از این بازیچه دنیا میکشیم. انسان‌های بزرگ آنانی هستند که استماع وحی بکنند و بدانند که این بازی است. اکنون که در اینجا هست، بازیچه ای بیش نیست. من اگر این را دانستم که این جهان بازی است، حتی این سخنانی که میگوییم بازی است، حتی این مجلسی که هستیم بازی هست، اگر این را بدانیم فکر است خواهیم کرد که بعد از این که این بازی تمام شد چه می شود. بعد از این که این بازی قیل و قال، گفتن و شنودن تمام شد چه می شود؟ همچنان که اول چو کودک بودی با کودکان می دویدی سوی بازی ها که نباید که کودکان بازی کنند و تو از آن بمانی، و هرچند که تو را گفتندی که آن خیال است، باطل است، حاصلی ندارد، نه شکم سیر کند و نه تو را پوشیده گرداند، هرگز قبول نکردی. به این بچه بگی بابا اینها بازی چست، با اینا سیر نمیشی، فکر نان کن که خربزه آب است، فکر اینها هیچ فایده ندارد. میگوید نه، شما اشتباه میکنی، بلکه آن گوینده را دشمن گرفتی. خیلی زیباست کسی که به این بچه بگوید که این بازیچه‌ست ول کن، بچه دشمن میشود با او. چرا به من میگویی بازی نکن؟ دشمنی میکند بچه. ما هم با انبیا دشمنی کردیم، با اولیای الهی دشمنی کردیم. آنها آمدن گفتن این دنیا بازیچه هست، ما دشمن شدیم با ایشان. گفتیم نه، اصلا بازیچه هم نیست، خیلی هم اصیل، خیلی هم زیباست، من هم دارم لذت میبرم از این بازی. هرگز قبول نکردی، بلکه آن گوینده را دشمن گرفتی و از او بگریختی. کسی که میآید از او میگریزیم، از او فرار میکنیم، بازم اومده ما رو نصیحت کنه، ولش کن بابا. تا چون بزرگ شدی و عقل در تو آمد، به نور عقل اندرونی دانستی و اندک اندک فهم کردی که آن باطل و خیال بود که ما میدویدیم. الان میفهمیم که خیال بوده است. و آن نصیحت کنندگان راست میگفتند که اینها بازی چه هست. تا بدانی که تا کسی را در اندرون اندک روشنایی نبود، پند بیرونش سود ندارد. چون آن زمان روشنایی نداشتیم، پند بیرون فایده ندارد. اکنون بایستی انسان بخواهد پند بزرگان را بشنود، باید نوری از پند در وجود او باشد، وگرنه به هیچ خواهد شمرد. و هر که را در اندرون او روشنایی بود، روشنایی کلام عارفان از گوش او درآید، به آن روشنایی اندرونی پیوندد. چرا افرادی به سخنان امثال مولانا گوش می کنند و کسانی اصلا از این سخنانی مانند حضرت مولانا، اشخاصی مانند حضرت مولانا دوری می کنند؟ آنهایی که به سخن مولانا توجه دارند،
آنان کسانی هستند که نوری در درونشان هنوز هست. این نور رو میخواهند با آن نور ارتباط بدهند. به خاطر همین است که در مجلس مولانا می نشینند، چون نوری در وجودشان هست که خیلی های دیگر از این نور محرومند. معلصف چون آن نور هست، میخواهند این نور به آن نور بپیوندد. آن وقت است که نور درونی وقتی به نور بیرونی پیر، نور درونی سالک به نور بیرونی پیر وقتی پیوند خورد، آنجا دیگر همه رنج ها تبدیل به نیکی می شود. چنان که در چشم روشنایی نبود، البته نور آفتاب سود ندارد، اما چون در چشم روشنایی بود، روشنایی آفتاب به روشنایی چشم پیوندد که جنس اوست. نور سوی نور رود، نور اگر صد هزار می بیند، جز که بر اصل خیش ننشیند. ملکا و پادشاها، دیده همه را به دیدن راه راست روشن دار. سینه همه را به اندیشه عاقبت کار. سینه همه را به اندیشه عاقبت کار، آراسته چو گلشن دار. دل همه را به مهر مودت و احسان قدیم خیش و عطایای باقی خیش الف بخش، الفت بده. قوت مخیله هر یک را از دشمنان ظاهر کفر و دشمنان ظاهر کفر و معصیت معصوم دار، و از دشمنان پنهان ریا و شک و نفاق و حسد و بغض و کینه محفوظ دار. میگه ریا، شک، نفاق، حسد، بغض، کینه دشمنان پنهان انسان هستند. پاسبانان این قلعه دین را از خواب و سهو عطلت، یعنی معطل بودن، بیهوده بودن، نگاه دار تا قلعه دزدان نقاب بسته که ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، بر این قلعه ظفر نیابند. همان آیه قرآن است که بسیاری از این احبار و رهبان، احبار علمای یهودی، رهبان علمای مسیحی، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، مالهای مردم را به باطل میخورند، و یصدون عن سبیل الله، و از راه خداوند دور می کنند و صد می کنند، بر این قلعه ظفر نیابند. تشنگان شهوت را که شیطان ایشان را به زهراب دنیا می فریباند، تا از غایت تشنگی به خنکی آن شربت مغرور شوند و از زهر آن غافل باشند، این تشنگان را از حوض رسول صادق صلی الله علیه و سلم و از آب کوثر و حلاوت شریعت او خنک جگر گردان، تا به زهراب شیطانی مغرور نشوند. خب اینها دعاهایی است که همه اهل فن هستید و استادید، دیگر اینها رو عارض نمی‌شوم. عابدان ملت را که شب و روز قصد خدمت و عبادت حضرت تو دارند، از آفت خودپرستی و فتنه اسنام، اسنام جمع سنم است، سنم به معنای بت، و فتنه اسنام نفس، بت‌های نفس، نگه دار، تا همچون عبادت جهودان، یعنی یهودیان، و ترسایان، یعنی مسیحیان، تا همچون عبادت جهودان و ترسایان بر زلالت و بطلان نباشند. البته این مباحث خویا قبل از مثنوی است و قبل از دیوان شمس است، در اوائل کار است. بعدها مولانا معتقد است که عبادت جهودان و ترسایان هم بر زلالت و بطلان نیست. این هم نکته بود که باید عرض میکردم. مبشرات نصرت خیش را بفرست، آنهایی که بشارت میدهند نصرت و پیروزی تو را. عنایت بفرمایید اینجا از لشکر و اینجور مسائل سخن گفته، چون در زمانی بوده است که مولانا در میان سلجوقیان روم این جنگ های صلیبی اتفاق افتاده است، به خاطر همین این سخنان رو موضع گیرانه میگوید. تا
تا لشکر قائمان، قائمان یعنی به نماز ایستند، آنهایی که به نماز می ایستند، صائمان یعنی آنهایی که روزه می گیرند، دائما اهل روزه هستند، و مجاهدان آنهایی که در جهاد فی سبیل الله شرکت می کنند را به بشارت نصرت تو ثابت قدم دارند، تا از لشکر سیاه پوشت وجلب علیهم بخیلک و رجلک. آیه قرآن هست که قرآن فرمود، خدا فرمود که وجلب علیهم، تو هر چه میخواهی جلب کن، گسیل بدار خیلی که، خیل یعنی از اسب سوار و سوار نظام، اسبهای خودت را و با پای خودت، یعنی برو با لشکریان خود این مردم رو اگر میخواهی فریب بده که لشکر شیطان است، که هر روز 300 بار حمله آرند تا لشکر طالبان حق را منهزم کنند، یعنی نابود کنند. طالبان حق را ثابت قدم دار و اشارت و بشارت فرشتگان مقرب که پیغام می آورند از حضرت که انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، انی همانا من معکم با شما هستم، فثبتوا پس تثبیت کنید الذین آمنوا، آنان را که ایمان آوردند. ترسی که در دل طالبان است که در آن ترس هزیمت انگیزد در دل شیاطین، نموسوس نه، و قوتی که در دل شیاطین است در دل ضعفای دین نه، تا ایشان را به قوت و تأیید تو داوودوار منهزم گردانند. خب روشن است که می فرماید کسانی که می آیند و در اینجا جنگ می کنند، آنها را به هزیمت و به شکست وادار کن. شیطان ها آمدن، هر شیطان می آید، روایت هست از حضرت علی هم نقل شده است که شیطان هر روز 300 بار می آید ما را فریب بدهد. این 300 بار رو حواستان باشد که امروز چندمین بار بود، چندم، ما اصلا از شمارش هم می افتیم، دیگر نمی توانیم بشماریم، ولی این 300 بار فرمود که 300 بار این شیاطین می آیند، همچنان که دشمنان بیرون می آیند تا رخنه در وجود ما بکنند، دشمنان معنویت هم می آیند تا قلعه وجود ما را تخریب کنند، به اندک جنگی یا به یک دو سنگی که فهزموهم به اذن الله، و جالوت نفس اماره را به دست داوود عقل اسیر و شکسته و مستأصل گردان، که وقتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک. در قصه داوود و جالوت هست که داوود جوان 13 ساله‌ای بود، رفت و در لشکر تالوت بود، تالوت نماینده نیروهای خیر بود و جالوت نماینده نیروهای شر بود، اینها به جنگ رفتن، جالوت بسیار آدم بزرگی بود، تا اینکه با یک سنگی که داوود 13 ساله در فلاخن نهاد و آن را بر پیشانی جالوت زد و او کشته شد، تالوتیان بر جالوتیان و تاغوتیان بر نوریان، ناریان بر نوریان پیروز شدند. می فرماید که جالوت نفس اماره که جالوت است، این رو با یک دو سنگ ناکار کن، لازم نیست خیلی جنگ کنی، اگر یک سنگ واقعا در جای خود برود و بنشیند، یک لشکر را به هزیمت می برد. اگر یک سنگ داوود رفت و بر پیشانی جالوت نشست و کل لشکر عظیم جالوت از بین رفت، تو همچنین کن، بیا به واسطه پیر آن سنگ را بگیر و به واسطه هدایت پیر آن را بر پیشانی جالوت نفس بزن، آن وقت از شر نفس به کلی خلاص شد. اسیر و شکسته و مستأصل گردان که وقتل داوود جالوت، داوود جالوت را کشت، و آتاه الله الملک، و خداوند در برابر او به ملک و پادشاهی را به داوود داد، ملک جالوت را گرفت از او و به داوود داد. ملک این جهان به دست توست و ملک آن جهان هم به دست توست، همین جهانی هستی و همان جهانی، ای مالک هر دو ملک، ممالیک ضعیف خود را پاکوفته دشمنان دین مگردان. خداوندا که هم جهان آخرت از آن توست، هم این جهان، ما را
مملکت‌های ضعیف خود را پاکوفته دشمنان دین مگردان، که از سؤال و این قله سمن و نوال و این جله. سؤال اگرچه، خواهش اگرچه کم باشد، استدعا اگرچه کم باشد، قیمت لقمه ایست که خیلی عظیم باشد و بزرگ باشد. ما سؤال یعنی دعا دیگه، اینجا خواهش نه آن سؤال. ما سؤال ضعیفانه عاجزانه خود به حضرت تو عرض کردیم، تو نوال بی زوال یعنی نعمتهای بی زوال باقی متلاقی که با همدیگر هم تلاقی داشته باشند، تو نوال بی زوال باقی متلاقی بی پایان بی کران رحمت خیش ارزانی دار، یا اله العالمین و یا خیرن ناصرین. ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت.